تو میدونی من واسه جور کردن این پول لعنتی چقدر سگدو زدم؟ از صندوق بازنشستگی گرفته که 1000 نفر قبل از من تو نوبت وام بودن تا روی انداختن به دوست و آشنا، قرض و قله، التماس و خواهش از این و اون. آخرش هیچی به هیچی. هنوز سر خونه اولم، گرفتار و بی پول. موندم خرج عروسی فرگیبا رو چجوری جور کنم. من حسرت این دومادو به دل صمد میذارم. چرا؟ صمد اگه پشت و گوش خودش رو دید، عروسی اینو دختر خودش هم میبینه. و سلام. برو بابا، اون خونم که میبینی به نام منه. منم دوست دارم با همسر آیندم برم توش زندگی کنم. ای شیطون. آره آقا معمار، به خاطر همینم میخوام برم با دختر آقا صمد ازدواج کنم، چون در شأن منه. تا دیداری بعد، بدرود، خدا نگهدار. بیا قربونت برم، بیا کلید بگی برو اونجا کارتو سری شروع کن. بیا اون کلیدم بخواد تو سرت، مردی که دغل شیاد دروغگو. مرد حسابی؟ مگه من مسخره تو هم؟ تو در شأن و منزلت خانواده ما نیستی. سیروس آدم باش، به منم دیگه زنگ نزن. گوش کن ببین ساعت چی بهت میگم. این خانم یکی از مشتریای این آژانس بوده. فهمیدی چی بهت میگم؟ اینجا سوارش کنی، در خونه سوارش کنی، این ور این ور سوارش بکنی، باید کمسونیشو به این آژانس بدی. روشن شد؟ آدرس خونهشو بده بده من. واسه چی میخوای؟ میخوام مسافرتو بهت برگردونم که دیگه از من دلخور نباشی. آدرسشو بده. خب دیدم من و مامان و فرشته و فریبا نشستیم دور کرسی. بابا یهو در واز شد. آقا جون ما نگاه کردیم دیدیم شما تو پاشنه در وایستادی، بعد یه لباس کاملا مشکی پوشیدی، از پشتم یه نور سفیدی آقا جون میتوید، یه بچه با قنداق سفید دستتون بود. آقا شما منو صدا زدی گفتی فریبورس. من گفتم جونو آقا جون. گفتی بیا برو پوشک داداشتو عوض کن. اونجا بود من فهمیدم این داداشمون رو بغل شماست. داداشه؟ میخوای بگی من مامان سر پیری بچه دار شدی؟ خب به سلامتی باجا. بچه یعنی برکت، یعنی فارغ شدن از مشکلات باجا. تو این حرفتو که نش نمیگیرم، ولی بچه شما و مامان نبودا. بس بچه کی بود؟ بچه شما یه مامان جدید بود آقا جون. من میخواستم یه خبری رو به شما بدم. چه خبری ها؟ میدونین گندم خانوم رضایت داده. رضایتت که چی بشه؟ رضایت دادن که من نقش اون چیزو چیزو همون چیز شوهر من؟ شوهر من؟ مرگه نه؟ در بید آبزیرگاه چه دست گلی هم گرفته برش. حساب تو میرسم. دست شما درد نکنه، چقدرم قشنگه. بخواه حالا بگرد تا بگردی. ببخشید لطفا ببینید سمت راست. سمت راست. سمت راست بیمارستان نیست خانم، اشتباه میکنیم. دست چپه. میدونم، ولی قبلش آخو باید یه جای دیگه بریم. آخه کجا؟ گرخیدی؟ بریم بریم، مقاومت نکنیم، من جای بد نمیبرم شما رو. بریم راست راست. آقا صمد پیادشید. چرا خانم؟ خود شلوار بخریم براتون میگه؟ خانم لباسای من مگه چشه؟ خیلی هم خوبه، لازم نکرده. ممنون. بریم خانم. خوبیش که خوبه، زیبا، جادار، مطمئن. برای من دردسر درست نکن خانم. یه شادی یکی منو میبینه آبرو میره. آقای قیصری ما اگه اینجوری بریم بیمارستان که باور نمیکنن ما اثر بودیم که. باید تو مادی بپوشی. من تعجب میکنم، شما همیشه آدمت پرتوجهی مینمونینی. استدعا میکنم، استدعا میکنم نگران نباشیم. بفرمایید، خواهش میکنم. صمد
و یه چیزی در این برنج بذاری یه مساله میره توش. الو سلام علیکم آقا ناصر نیستم؟ شما دوستشی؟ ببین یه لطفی بکن یه پیغام بهش بگو از طرف فریبرزه بهش بگو اون دوتا قنچه عاشق دارن ما هم پیوند میخورن اگه میخواد من جلوش رو بگیرم سریع اون کودو بپاشه ها وگرنه دست من کاری بر نمیاد نمیفهمی؟ مثل رفیقتی دیگه ببین لطف کلام بهش بگو آقا این دو نفر دارن با ازدواج میکنن اون 40 میلیون چی شد؟ نرسونی من جلوشون رو نمیتونم بگیرم ها مکرمه من چهارشنبه سوری نیومده ما رفتیم پیشواز آتیش و کارگرا روشن کردیم حالا چرا کس کردیم مامان آدم یاد اوشین میفته چیزی نیست اومدم بیرون یه خورده هوا ما عوض شد یه زنگ به بابات بزن ببین کجاست چیکار میکنه مامان گفتی بابا دیشب یه خوابی دیدم چه خوابی؟ ولش خب بگو دیگه بابا یکی با یه بچه اومده بود میگفت این داداشته بگیرش تو خجالت نمیکشی؟ این خوابه میبینی؟ من دوست دارم بابامو رو اسب بالدار ببینم ماما خب اونجوری اومد تو خوابم دست من نیست دیگه چیکار کنم زنگ بزن دیگه دیشب اصلا حالش خوب نبود ببین الان کجاست چیکار میکنه صبحم که من رفته بودم باش نون بگیرم مامان همینجوری هزیون میگفت همینجوری هزیون چی میگفت؟ نمیدونم میگفت مامانتون فرشته است نمیدونم قدرش رو بدونی از من تعریف میکرد هزیون میگفت نه منظورم اینه که آخه میگه یو از سه کشید تو دو دستی کشید گفت مامانت فرشته است آدم بی مقدمه فهمیدم اصلا تو یه حال هوا دیگه است یعنی شما که فرشته ای مادر من بالا تو فقط جمع کن خاکی نشه الو فریبرز سلام آقا جون چقدر خوش تیپ شدین من میگم اصلا تعجب داره صدای کی بود آقا جون چیزی نیست بابا جان چیزه مادر در جریانه کاری داری؟ نه همینجور زنگ زدم حال تو بپرسم خوبم بابا خوبم ببین بابا جون هوای مادر تو داشته باش قدرشو بدون بله بله اینو صبح هم گفتی اتفاقا همین الان پیش پاتون داشتم منتقل میکردم هزار بارم منتقل کنی باز کمه بابا جون گفتم برحال کاری چیزی داشتین روی کلم هم حساب کنم خداحافظ خانم چی کار داری میکنی؟ یکمی حواستون رو جمع کنی استدام میکنم ببخشید خوب بود چی کار میکرد؟ کجا بود؟ روبه بالا بود شاد بود حالا پاشی بری خونه هم بخواهد مسئله خالی کنیم استفاده کدوم آقای فیصلی چرا جوگیر میشین من فقط گفتم اینو بزنین جیب خودتون دومات بشین همین بفرمایید آره این کالا لازمه من جیب ندارم ها نه اینجا آقای قیصری مگه قرار نیست من و شما نقش زن و شوهر رو بازی کنیم خب طبیعی بشه دیگه حالا بدون این چیزا طبیعی نمیشه نه فرید زننگ موش مرده کافیه فقط بو بکشه بفهمه یه کلکی است و همه چی خراب میشه نخمتون رو وا کنید یه لبخندی، یه کندی، یه ذره شنگولی منگولی، چی آخه؟ اینجوری خوبه؟ نه، اما اخ بکنیم بهتره، ول کنیم، یه دست به سر بکشین، استرس هم نداشته باشی خواهش چیکار کنم خانم، دست خودم نیست، بار اولمه، یه ذره استرس دارم اولو هستم، فقط صمد، ببین چی دارم بهت میگم، یه وقت حرفی، حدیثی، چیزی از دهنه نپره بیرون همه چی خراب بشه، خوب؟ حال من کی هستم؟ دلشاد دیگه ببخشم خانم دلشاد اون که فامیلی میگی اسمم روحنگیز خب؟
ببخشید من شما رو خانم صدا میزنم. توجه نمودین؟ حجب و حیاتون منو کشته دیگه. بیا بیا هر چی میخوای منو صدا کن. بیا فقط استرس نداشته باش. بیا نمیاد. معلومه دیگه دمام ما مناسب نیست، یخ بسته اون تو. دیگه سوال نداره که فریبرز. نگو فریبرز، بگو کارگر برقی. کوچیک‌ترین مشکلی بکنه فقط بکن و نپاچه ماما. بس. بیا. دیدی کوچی یخ کنه. دست گلت درد. نمیریم خوبه. بیا. نه نمیریم. بیا. بس. پشمشه جمع نشه. باکتری نره دید. اخ. بیا. بیا ماما. بس گله که سرم درد نکنه. بس 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 بس. اخ الهی. ماما. جانی. میگم این قضیه چی شد؟ کدوم قضیه؟ همین یعنی شما هم نگرانی مثل نگرانی منه. در چه موردی؟ همین قضیه 40 میلیون خونه و اینا دیگه. خب مادر میری. وضعیت مناسبی نیست و میترسم جوان مرگ شیم. نه نگران نباش. بابا داره یه کارایی میکنه، بریز اون مشکل داره حل میشه. همون کارایی که بابا داره میکنه من یه مقدار نگران کرده. اصلا اینجا خانواده دارم زندگی میکنم مثل آدم. بابا جان چیکارشون داری؟ دارم بناییشون رو میکنن دیگه. بزن من برای تذکر رو درست بدم. فریبرز دعوا نکنی ها. فریبرز چی میگم مثل آدم کار کن؟ آتا! گوشی! کسی زد. بیای بیاین امو جلو ببینیم. وای اموم کو چرا تختش نیست؟ نمیدونم، فکر کنم شوکه دیروز کار خودشو کرده، یا حالش خوب شده مرخص شده، یا زبونم لال اصلا کلن مرخص شده. ای بابا یه دوره جوری چیزی آقای قصر، شما هم که این آقای دکتر پنجا پنجا نظر میدین که شاید بردنش تو بخش. نمیدونم. بریم بریم بریم. تازه بالا آورده بود دامادیتون رو ندیده که. وای چی شد که؟ چقدر برنامه ریزی کردم، چقدر تدارک دیدم من. خانم پرستار سلام علیکم، خسته نباشید. سلام علیکم. ببخشید عمو جان من کن؟ کدوم عمو؟ اردشیر، اردشیر دلشاد معروف به پنجه ای تو سیسیو خوابیده بود، نیست حسابش اومد. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ عمو جان من کو رفت؟ تمام؟ کجا رفت خانم؟ نگران نباشید. عمو تو منتقل شده به بخش. خب خدا رو شکر. خوشبختانه شو که دیشب نتیجه بخش بود. ایشون تا دمدمای صبح همینجوری دستش بالا بود. بالا. که تمام انگشتاش سفید شده بود و ما مجبور شدیم به زور دستشو بیاریم. خوبه. ببخشید آقای، این یعنی چی؟ یعنی اینکه بدنش داره مقاومت نشون میده. الان تو همین اتاق روبرو هستم. همینجا. انگار یه چیزی باعث شده که ایشون اصلا نمیخواد دستشون از این دنیا کوتاه بشه. کارخونه منه دیگه، تو دستش سنگینی میکنه. آخ عمو جان بمیرم دستتو پایین نبینم. آخ روحانگیز بمیره دستتو پایین نبینه. باشه باشه توه توه. خب دکتر گفت این توه دیگه. عمو جان لگه فی 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 دارکوب
اوه اوه خانم من این کاره نیستم. چرا این کاره ای یه لحظه صبر کن. یه لحظه صبر کن. نمیتونم خانم. لاغر بذار واسه داداشت بره بعدم بریم به عموتون سر بزنیم. کجا میره؟ اگه بره که دیگه همه چی خراب میشه، چیزی نمیفهمه که. چرا اون بفهمه؟ اگه قرار نیست عموتون بفهمه. اون بفهمه عمو جان میفهمه دیگه. آقا سمن الان شما خسته هیجان زدی، نفس کم آورید، نفس بکشید. من استرس دارم نمیتونم. خب واسه همه میگم استرس دارین، نفس بکشید. بیرون نه دیگه، تو دیگه. نفس. آفرین همینجا نگه دارین. آقا سبحان الله شما خسته هیجان دارین. هیچی نیست. بیا. آقای دکتر علی مرادی، لطفا با اتاق من. چی کار دارین آقا؟ سلام خانم. سلام. چرا گیریه میکنی آقا؟ از بستگان مالوز خیلی بده، با اجتتون میخوام یه سری برم تو. اصلاً آقا، اصلاً نمیشه. اونجا اتاق مراقبت های ویژه است. پرستار پیش پاتون دو نفر رفتن تو بیمارستی شد نمیدونم مراقبت ویژه. شما کاری به این کارا نداشته باش. اسم مریضتون چیه؟ جان؟ اسم مریضتون؟ چیز، پرویز سیفی. سیفی مریض شماست؟ آره ببینم. همچین مریضی دارین شما؟ والا اسم کوچیکشو نمیدونیم، ولی فامیلشون سیفیه. حالا بیاییم بریم، شاید مریض شما باشه. بفرماییم خانم پرستار. بله. مطمئنی همچین مریض داری؟ بله آقا مطمئنم، آمار همه مریض ها دست منه. بفرماییم وقت اسمش چیه؟ سیفی دیگه. دیروز که از اورژانس آوردنشون تو بخش خیلی تلاش کردیم که خانواده‌شون رو پیدا بکنیم، ولی خب چون چیزی همراهشون نبود متاسفانه ما نتونستیم کاری بکنیم. بفرمایید آقا. بفرمایید. بریم، تشریف بیارید. بابا رو بچه میگم این بابا رو چرا دنبال خود را میندازی میاریم؟ اولا که اومده به عمو جانم سر بزنه، دومن این بابا اسم داره، اسمش صمده. البته برای من صمده، واسه شما آقا صمد. بفرما شیرینی. نمیخورم. بخور. نمیخورم. میگم بخور. آقا این شیرینی تو سر من بخوره. چی؟ رو انگیز تو خجالت نمیکشی؟ نه. میگه نه. عمو جان رو تحت بیمارستان افتاده داره میمیره. وقتی تو میریم از خود جوهر میکنی. بد کردی؟ نکردم. رو انگیز بد کرد. میگم نکردم. خود عمو جان از من خواسته. درسونی ما نمیخوایم جشن بگیریم که. من و صمد تصمیم گرفتیم ان شاء الله حالش که خوب شد مهمونی خودمونه بگیریم. قربونش برم ان شاء الله. عمو جان پشو ببین صمد اومده. ببین چی آورده پشو. عمو جان منم صمد. چیز برادرزاده. شوهرم دیگه، شوهر برادرزاده. شوهر بادت. وای شیطون، ببین اسم صمد میشنوی چه بالا میاره. دیروز هم همینجوری بودا، صمد رو دیده بود همینطور فرت و فرت بالا می آورد. خانم چرا بی خودی برای خودت حرف میزنی؟ دست عمو دیشب تا خود صبح سیخکی بالا بود، این بابام اینجا نبود. میگم این بابا اسم داره، اسمش صمدش، تکرار کن مثل تو دهنت جا بیفته. صمد جا، اون گل بذار بالا سرش. لازم نکرده، گل برای عمو ضرر داره. خیلی هم خوبه، اتفاقا خوبه. خانم دکتر گفته برایش ضرر داره، نمیخواد. آقا با شما، گل برای عمو ضرر داره. آقای سیفی، پدر جان، پاشین خبر خوش واسهتون دارم، بلند شین. پاشین. بنده خدا آلزایمر داره. هیچ کس هم نمیشناسه. ای خب خدا رو شکر. هر چی هم ازش میپرسیم اسمت چیه؟ فقط میگه سیفی. پدر جان، پسرتون اومده دنبالتون. تو این چند روز که اینجاست، اصلا لب به غذا نزده. خانم، ایشون پدر من نیستن. پس این آقای سیفی چه نسبتی با شما دارن؟ آقای سیفی برادر خانم منه. پسرم. جان که چی؟ پسرم. خانم قربونت برم. تا حالا کجا بودی؟ خانم ایشون پدر من نیست. پس پیششون ببینم تا منم برم دکتر. خانم نری. خانم پرستار. بابا منو دنان. بابا جون چش مواسم خودت باشه. بفرم بالا. بفرم بالا. اینجوری عزیز میتونم. پسر کنم. کمر درست. خانم پرستار. بابا ولکن ماشاءالله چه زوری انده. من الان میام پیش مخلص الان اومدم پیش. یه لحظه کمپوت برم میخرم. چاش کمپوت هم میخرم. آب میوه کمپوت. آب میوه هم میخرم. پول بدم. پول دارم مخلص. پول دارم بابا جونم. قربونه برم.
کجا بودی؟ زیر سایت. من الان میام خدمتت میرسم. چشم بابا. بیا. بابا نوکردم تو از خماش خودم این بابا جون بدم. چشم الان من خدمت. همه گی بفرمایین بیرون، مریض تازه از آی سی اومده، باید استراحت کن. بفرمایید. یک لحظه اجازه بدین اومدم. عمو جان، عمو جان، آخر نخندیدی یا صمد ببینی؟ اب نداره. زودتر خوب شو بذار صمد زو کنه. آب باریکل. خانم چی چی رو در گوش عمو پچ پچ میکنی نخندیدی؟ عمو الان در شرایطی که نمیشنوه. چی چی رو نمیشنوه؟ ندیدی تا اسم صمد میاد بالا میاره؟ بفرما. شما خوشت میاد الکی جواب بدی؟ اسم هر کیو بیاری عمو بالا میاره. خوب. این غریزیه، میگی نه؟ نگاه کن. فری نمیذاری روش بکنه که زود پج مردش میکنه. بریم صمد جان، بریم. بریم. آقا شما هم بفرمایید. چشم. الو. عمو جان. فری صمد فرید صمد ای بابا این چرا اینجوریه؟ فرید سلام بابایی. علیکم سلام. آب میوه و کمپوت برات گرفتم، تگری بخوری حالشو ببری. بزن تو رگ بابا. دست درد نکنه، خودتم بخور. بذار اینم برات باز کنم، بذارمش اینجا. بابا جون اونو خوردی میای سراغ کمپوت تا تهش میخوری که خودت جون بگیری. خودمونیم بابای من، نبودی یا نگی حالش نبوده. میخوامه بازم به سر میزنم با کمپوت آبی بن چکرتم فعلا خودم خودم بخور. سلام علیکم آقا بهرام. سلام. مخلصی. چی شد؟ سمد رو پیدا کردی؟ پیداش نکردم، کشفش کردم. تازه فهمیدم این هفت خط پشت رو داره. ببین منو باش. پشت رو داره. اینجوری باورت میشه؟ چرا معلوم صرف میزنی؟ درست صرف بزن بفهمم چی میگی. عرض میکنم خدمت. ببینم چنگیز کجاست؟ هسته؟ چنگی؟ آقا چنگی؟ بیا کارت دارم مخلصم. بیا سلام علیکم. بیا کارت دارم بابا. دست رو بلکن سیروز چندی دستمون. آقای با معرفت، آقای با مرام، لوتی اند رفاقت. هیچ میدونی صمد کجاست الان چی کار میکنه؟ نه چطور مگه؟ بابا تو که ادای رفاقتت میشه، تو که دست زن بچه‌شو میگیری میبری خونت، الان کجا صمد؟ خبر داری چی کار میکنه؟ بله خبر دارم. اتفاقا یکی دو ساعت پیش باهاش صحبت کردم، بنده خدا گفت دنبال گرفتاری‌های خودش. ده نه ده ده به دروغ گفته، کاش اینجوری بود. سیروس معلومه چی داری میگی؟ اتفاقی برای صمد افتاده؟ نکنه اون مجنون از خونه بیرونش کرده دوباره؟ بیرونش کردن؟ بابا تو کجای کاری؟ کسی جرأت میکنه صمد بیرون کنه؟ صمد همین روزاست که با جزت برج بخره، همین روزا سوار ماشین آخرین سیستم میشه بیاد جلوی مونگا پوزشو به من و تو بده بیچاره. تو خدا رو شکر تا چش حسودش کور. این که بد نیست. بد نیست؟ بله خب معلومه که بد نیست، اما این که قرار از کجا این پولو گیر بیاره اونش بده. وایسا بینم سیروز چی داری میگی؟ از کی داری حرف میزنی؟ از صمد، از همون فرشته نجاتی که دنبالش را افتاده و هی داره فرت و فرت باش پول میریزه. همون خانم پول داره. منظورت خانم دلشاده؟ چنگی جو خانم دلشاد کدومه؟ اون سال 90 بود، الان چند روز دیگه سال تحویل میشه، میشه خانم قیصری.
همچین جیک تو جیک شدن که اون سرش لا پیدا دکتر تا سیروس جون دست بردار، باز یه بامبول جدید سرهم نکن، بذار این بدبختای بیچاره به زندگیشون برسن. چی کار به کارشون داری بابا؟ چنگی جون باورت نمیشه. نه مرگ من باورت نمیشه. خیلی روشن کن. چی رو؟ روشن کن بلوتوث تو. سیروس بابا دست بردار. بابا روشن کن. بابا من هر چی گفتی این بابا مارمولکه همه تون زدین تو درمایات هر الان به همه تون ثابت میکنه. اومد؟ آره اومد داره میاد. اومد. این کیه؟ میخواستی کی باشه؟ همون خانم هست دیگه. میبینی چه جوری داره بهش گل میده؟ میبینی؟ خب مرد حسابی مگه هرکی برکی گل میده میخواد باش ازدواج کنه؟ جنگ جوی این گل با اون گل فرق میکنه، این گلش بو میده. همه گلا بو میدن، تازه این وصله ها به صمد بیچاره نمیچسبه. ببین اینا هم همش ساختگیه. ساختگیه؟ بله جنگی جون، صمد کارش تمومه. آه صمد شلوارش دوتا شده، از امروز سبت با سند صمد برابر است. میخوای باور بکنی میخوای نکنی. و سلام. احتیاط کن مامان، تا این خونه بیاد خونه بشه. کجا میری؟ بالا میریم آقا. نمیشه بریم بالا. چرا؟ کارگره دارن کار میکنن. آهنگری دکان نیست که مش بخوره پدره من. ساختمان نیمه کاری دیگه اینجوری نمیخواد که میخواد بریم چی کندم خانم اینا. بفرمایید. برو خواهرم. سلام. سلام علیکم. خسته نباشی. سلام. سلام علیکم. سلام. چیه چه خبر شده؟ چرا قیافت اینطوری ها؟ نگو گندم. کیوان اینجا نیومده؟ کیوان نه. چی شده؟ پریوار جان. جونا. مادر تو کیوان رو ندیدی؟ کجا دیدم؟ خدا بگم چی کارتون کنه؟ بابا به ما چه ربطی داره؟ نیدیمش کن. فریبا جان با شما نیستم. بابون صمد و سیروز و معمارم. آقا سیفی، آقا صمد چه گناهی کرده آخه این وسط؟ دیگه چه گناهی می‌خواستیم بکنه؟ خدا از سر تقصیرات این صمد و سیروز نگذره که این بچه رو آواری خیابان بیابان کرد. گندم خانم. ببینم کیوان یعنی الان فرار کرده؟ نه بابا، پسر منم چه بچه‌ای نیست. خدا بگم سیروس رو چیکار بکنه؟ صبح انقدر بچه رو عصبانی کرد، اینم دلخور شد. زد بیرون گفت میرم یه هوایی بخورم برگردم. تا همین الان هیچ خبری ازش نیست. این موبایلش هم میگیرم خاموشه. میترسم یه وقت یه بلایی سر خودش بیاره. آقا خانم شما هم دیگه زیاد به خودت نگرانی را نده. اون ریقو دیگه مال این صحبت ها نیست که آقا بلا سر بود. برو اصلا برو اینا رو بذار اونجا ببینم. یعنی فر بخورم؟ باش خوردم. بابا چرا نگران میشی؟ باور کن هر چه باشه میره یه بادی به کلش میخوره برمیاد دیگه. چی بگم گندم، این بچه مادر مرده شده توپ فوتبال. از این ور سیروس شوت میکنه، اون ور از اون ور آقا صمد حوالش میده این ور. آخه این مگه چه گناهی کرده که عاشق فرشته شده؟ تو به من بگم. بابا گندم خانم، توی بلخ یا آهنگر پرونده دار شد، اومدن افتاد توی شوشتر زدن کمر یه دونه مسکره. بابا پسری که به خاطر پدر اعدام نمیکنه. اگر شما دلت با کیوانه، اگر شما قبول کنی این بچه از آوارگی نجات پیدا میکنه. منم نمیدونم چی بگم، پا گیج شدم اصلا، دیگه نمیدونم چی به چیه، کی به کیه. تو هم میام با صمد یه کلام حرف بزنم، باز یه اتفاق جدید میفته، نمیدونم چیکار کنم. گندم خانم این خواهرمون لاپوشانی میکنه، این بچه زده به سیم آخر، گفته دیگه به توی خونه بیان نیستم. به همین محکمی گفت؟ به همین محکمی؟ نه به این محکمی نگفت، ولی خب الان رفته دیگه. بالاخره من نمیدونم کجاست، چه خاکی به سرم بریزه. شده زندگی من بابا چه گلکاری هم کردی، چه بوی هم میده. بیا خودت بو کن بابا جان. لازم نکرد آقا جون منطقه رو بوشو برداشته. بوی بابا
میبینم که کچلو رو عیدت هم خریدی و آقا اینو میگی؟ نه اونو دارم میگم آقا جون. نه بجو یه حراج عید بود 30% تخفیف دادم خریدمش، اگه دوست داری بپوشو قابل نداری آقا جون. مجلسی اصلا شیک برزنده شماست. این گلم با جو برای مادرت خریدم، یادت گفتم قدرشو بدون؟ منظورم پسر اینجوری بود باید قدرشو بدونی، توجه نبودی؟ قصه نخور به خدا، بزرگ میشن همه چی درست میشه. اینقدر نگه ای وای آقا سمد اومد، خواهش میکنم بابا بکنم. چرا رفته پیکار بابا بگو سمد کن به داد ما برسه، فردا بارون بیاد اون راپلاس لوله پولیکا میخواد. بابا بیا یه چت لوله پولیکا. سلام علیکم. سلام دایی جان، احوال شما خوبی هم خانم؟ چیکار میکنی به زحمت های ما؟ با چه زحمتی؟ وظیفه است. خواهش میکنم. چه گل قشنگی آقا سمد، از کجا رسیده؟ این هیچ جا، همین سر چهار را میفروختن، گفتم یه شاخه گل برای گندم خانوم بخرم. بفهمید تقدیم با عشق. زشته بده. البته مامان فاک کوتاه خریدن که ریا نباشه. بچه جون مهم نفس عمله، ساک کوتاه میخواد چیکار؟ آفرین آقا سمد، ببین چقدر به فکر خانومشه. حالا ما که حسرت به دلمون موند سیروس یه بار واسه ما گل بخره. خب عیب نداره. من مردم خودم برات میخورم، دسته با دسته، رنگ با رنگ. یه شاخه گل که برای گندم خانوم خیلی کمه، قابل نداره. باید تاج گل بذاریم سر گندم خانوم. ما اگه اجازه بدیم ما دیگه بریم دیگه گندم خانوم. آقا شما خواهش میکنم، قربان شما برم. نه زحمت میشه بالا دیگه. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خیلی خیلی سلام برسونید به خانواده محترم. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ. خواستم معلوم هست کجایی؟ من هیچ جا، همون با چیز رفتم بیمارستان. راستی این چیز حال عمو هم بهتره ها. بر همین دقیقه خوشحالی؟ من خوشحالم. تو رو چطه گندم؟ هیچ. وایسه ببینم، وایسه باید کار دارم. با تو نیستم مگه؟ میخوام باید صحبت کنم، اینجوری با من رفتار نکن. با تو نیستم گندمی؟ وایسه با تو نیستم مگه؟ این که عملیه واسه چیه گندمک؟ من که نمیخواستم برم، تو خودت راضی شدی من رو فرستادی، بعدم واسه من قیافه میگیری؟ من قیافه میگیرم؟ پس نه پس، اموشک قیافه میگیره. اخمم نکن، اصلا بهت نمیام. توجه مینمویی؟ بابا دست خودم نیست، تو که حال منو نمیفهمی که. عجب بیری کردم ها؟ بابا من که دیگه اصلا امن جایی قطع نمیده. یعنی کجا میتونه رفته باشه؟ دوست آشان نداره که بریم در خونه شما. نگران نباش خواهر من، بیخوادی هرس نخور، کفتر جلد بچه. من قول میدم تا شب نشده حیداش میشه. خدا کنه، خدا کنه. برو برو. سلام آمان خانم. سلام دایی جون. سلام. بیا که به موقع اومدی، واقعا مادر زنه دوست داره. ببین برای چی آوردم. ببین مرد حسابی، عوضی که با اون تلویزیون داری واری میری، برو تو خیابون بگر ببین پسر بدبخت بیچارت کجاست. کیوان مگه کجا رفته آمان خانم؟ حالا از شما باید پرسید پدر دلسوز و فداکار. این بچه از صبح رفته هنوز نیومده خونه، هیچ خبری ازش نیست. بیا دنبالش برو ببین کجاست. آقا اصلا من به هیچ چی کار ندارم داداش. ما تا آخر این هفته میریم خواستگاری دختر آقا صمد، حل قضیه رو میکنیم. من موافقم. تموم شد. اصلا حرفشم نزن. چرا؟ من اگه تا امروز فکر میکردم 1% میشه با این خانواده وصلت بکنی، از الان خدمت جفتتون میگم محاله. بابا خشودا معذرت میخوام، کی به این نتیجه رسیدی؟ که چه؟ چطوری تو به این نتیجه درخشان و درخشنده دست پیدا کردی که 1% هم نمیشه با این خانواده وصلت کرد؟ الان عرض میکنم. چی؟ این سریال جدیده، قراره از امشب از تلویزیون پخش بشه. اسمش هم هست صمد، شلوارش دوتا میشه. اون آقا صمده؟ نه خیر منم، اون صمده دیگه دایی جون. داداش این گله همون نیستش که آقا صمد داد به گندم؟ چرا همونه دیگه. سیروس تو این عکس ها کجا آوردی؟ امروز صبح یکی از دوستان سر به زنگاه اینو گرفته، بعدش هم برای من بلوتوس کرده. اونو خانم دلشاد؟ آره دیگه. بله آما خانم،
الان دیگه وقتشی که بگی سیروس خان اشتباه کردم. باید بگی سیروس لبطلا. تو اینا رو میشناختی من نمیشناختم، تو اینا رو میدیدی من نمیدیدم. چرا شلوغش میکنی سیروس؟ کولی بازی شده در میاری، بنده خدا کاری نکرده که، بیچاره فقط یه گل گرفته. شما ها یا نمیفهمین یا خودتون رو زدین به چی؟ به نفهمی. یعنی چی؟ من شما میپرسم یه آدم پول داری که راه افته دنبال این سمندر فرت و فرت پاش پول میریزه، بده این پسرشو میده، زن بچهشو جمع و جور میکنه، راه افتاده برده اینو بهترین لباس فروشی یا کت شلوار خریده تنش کرده، یه شاخ گلم زده اینجاش، ماشینش هم 24 ساعت زیر پاشه، این یعنی چی؟ صبر کن ببینم آقا سیروس، تو این اطلاعات رو از کجا میدونی؟ نکنه زاکسیاشونو داری چوب میزنی؟ بابا ما جون منبع خبر رو بلش کن، خود خبر رو بچست. خبر که داره میگه یه آدم خیر پیدا شده برعکس تو که زندگی مردم رو نابود میکنه، زندگی یکی رو داره نجات میده. بس زمنان از کی تا حالا گل دادم بد مرد حسابی، همه با هم گل میدن. آره بفرما یه دو کلمه هم از زبون مادر عروس بشتر. راست میگه دیگه. بابا جون عزیز من، من از تو یه سوالی میپرسم. بفرمایید. اگه تو این عکس من جای صمد بودم وجدانم بازم همین حرفو میزدی؟ نه دیگه، اون موقع زحمت تخلیه دوتا چشات خودم میکشیدم، شما بیخود میکنی از یه زن غریب گل بگیری؟ بسیار خوب، باریکلا، حقته بابا، حقته. به خاطر همینم من به شما میگم به پسرت بگو دیگه پاشو تو این خونه نذاره عزیز من، پاشو نذاره اونجا. آقا جان این خانواده در شأن خانواده ما نیستن. بسلام. آقای سیروس خان اون عکس و فیلمو بگیر پاکش کن، فردا میفته دست آره. یکی مرد حساب اگه سوء تفاهم باشه تو نمیتونی تو صورت اون بدبخت نگاه کنی. آره سیروس، هر کی برای خودش یه رازی داره، بترس از اون روزی که راز تو بربلا بشه. چرا بچه میشی پرویز خان؟ ما کاری به کاری کسی نداریم بابا جون، ما سرمون از صبح تا شب تو لاک خودمون. عزیزم من الان بلند شدم از اونجا اومدم اینجا فقط برای اینه که به شما بگم دور این خانواده خط بکشین. بابا اینا به درد ما نمیخورن. میگی نه، این یه خط، اونم یه آدم خط. خود دانی. خدا حافظ. بیچاره شدیم راه پیکارش. این از اولش هم دنبال بهونه میگشت، حالا همینو چماق میکنه میزنه تو سرم. ببین این سیروز آدم دهلقیه، فرده از دهن این در بیاد با آبروی سمت بازی بشه، کیوان دیگه داماد اون خانواده نیست. خواهر من داداش، در هر صورت بدبخت پسر بیچاره منه که الان مادر مرده نمیدونم کجا نشسته داره قصه میخوره. من میگم خودت یه خبر به گندم بده، ماجرا رو خودت بهش تعریف کن تا یکی دیگه این بیچاره بدبخت سکته بکته میکنه. داداش آخه برم چی بهش بگم؟ بابا شما زنا که زبون هم دیگه رو بلدی، یه جور خوش کن دیگه. نمیدونم.